دوران سیمای آزادی هم در همین رابطه صحبت هایی کردن که قسمت های کوچکی از اون رو با هم میبینیم. درود میفرستم به همه دستندرکاران سیمای آزادی و گلریزان همیاری. من از 24مین برنامه همیاری حمایت میکنم. سیمای آزادی صدای آزادی مردم ایرانه. درود بر رجوی. اینجا شهر کرده، شهر دلیران، شهر خون و قیام. اینم نمونه ای از خشم مردم نسبت به 40 سال جنایت. مردم و کانونهای شورشی درس خوبی به نیروهای سرکوبگر دادن. این رژیم فکر کرد با سرکوب میتونه مردم رو خاموش کنه، ولی جامعه ما آتیش زیر خاکستره. آتیش کینه مردم به این رژیم خاموش نمیشه مگر تا روز پیروزی، و اون روز خیلی خیلی نزدیکه. روز سرنگونی و نابودی رژیم آخوندی به دست همین مردم خشمگین. به زودی روی همین خرابه ها زیباترین وطن رو خواهیم ساخت. اسم مردم معترض رو اغتشاشگر گذاشتن، ولی باید بگم اگه شما جنایتکاران حاکم در این جامعه هستید، ما افتخار میکنیم که اسممون شورشگر و اغتشاشگر باشه. پیام شماره 17 برادر مسعود رو شنیدم. شورش ادامه دارد. تنها جواب شیخ آتش، آتش، شعله برکش. سلام به سیمای آزادی، سیمای امید مردم و قیام ایران. ما به جوانان شورشی افتخار میکنیم و تا آخرش ایستادیم. به امید آزادی، موفق باشید. اگر قیام و شورش برای به زیر کشیدن ولایت فقیه و برقراری آزادی و دموکراسی و برابری شرارت و ناامنی برای نظام آخوندی است، به آن افتخار می کنند. جمعی از جوانان اهواز 23/9/98. با سلام و احترام خدمت ملت انقلابی و مجاهد پروری ایران، بنده به عنوان عضو و نماینده کانون شورشی شهرستان زابل، استان سیستان و بلوچستان و همه آن کسانی که چیشیه و سنی از ظلم و ستم رژیم صفاق و خوناشام خامنه ای به تنگ آمده و دیگر هیچ امیدی به بهبود شرایط زندگی و ادامه حیات زیر پرچم خرچنگشان و منحوسشان نداریم، حمایت های همه جانبه و بیدریق خیش را از سایر انقلابیون کشور عزیزم اعلام می داریم و در این راه از اعطای جان و مال خیش دریغ نخواهیم نمود. جواب مش را با مش و گلوله را با گلوله خواهیم داد. اگر قیام و شورش برای به زیر کشیدن ولایت فقیه و آوردن دموکراسی، آزادی و برابری از نظر خامنه ای و اشرارش شرارت و ناامنی حساب می شود، ما به این شرارت و ناامنی افتخار می کنیم. کانون شورشی زابل آذر 98. بله، درود به کانون های شورشی. درود از به دستندرکاران سیما و این کلیپ پرمعنایی که ساخته بودن، به خصوص این جنایتکارا رو که کلمه اشرار از دهنشون خارج میشد، هم جلاد، هم شیاد، هم سرکوبگر، هم جنایتکار، اینا اومده بودن به قیام کنندگان میگفتن اشرار. به قول خواهر مریم، اگه قیام برای به زیر کشیدن ولایت فقیه، همین چیزی که الان یکی از کانونام گفت، شرارت و ناامن چیزه، ما به این شرارت افتخار میکنیم. بله،
اجازه بدید مجددا تماس رو وصل کنیم. محمود سرابی از انگلیس پای خط هستید. سلام میکنیم به شما، بفرمایید. منم سلام میکنم به شما. سلام علیکم. اولا یه پیشنهاد دارم. خواهش میکنم. سلام آقای سرابی. آقای سرابی سلام علیکم. مخلص شما هستیم. بفرمایید پیشنهادتون رو بفرمایید. این که خب من فکر میکنم تعداد زیادی هستن که ساعتها پشت خط میستن و خانه ها خسته میشن. خیلی جدی میگم، اگه میشه تلفناشون رو بگیریم بعد شما با اونا تماس بگیرید، کم سرعت تر بهتر بشه. هم خب اگر 3 تا 4 ساعت پشت تلفن ایستادن یکم خسته کننده میشه به نظر من، و ممکنه بعضی خسته شدن اصلا موکول شدن به دفعه بعدم. در حال یه پیشنهاد بود، حالا هر مثلا دوم به قول ما فوتبال دقیقه 90 وقت اضافه شه بود تایپ کام زیاده. من چند تا مسئله رو می‌خواستم بهش تکیه کنم که اولش اینه که خب من چرا اومدم تو این برنامه. ولی اصلیش اینه که میدونم که وقتی من میام تو این برنامه و کمک میکنم، یعنی یه چیزی میاد تو جلوی رژیم و مزدورانش که خیلی مثلا فکر میکنن که به قول خودشون آدم ها رو از یه چیزهایی میخوان بترسونن، یا یه سری آدم ها میخوان ظواهر رو حفظ کنن. نه، آدم اگه دنبال واقعیت باشه، دنبال آزادی باشه، دنبال استقلال باشه، دنبال اصلا استقلال خودش باشه، دیگه زیرکی و یواشکی نداره. همینی که هست. این یک بحث. دومی که در حال ماها خیلی سخت زندگی میکنیم، ولی این سختی باعث میشه که هر روز به نظر من هم سرپاتریم، هم استوارتریم، هم امیدوارتریم. من تو لندن زندگی میکنم، ولی خدا شده تمام روح و فکر و ذکر و وجودم تو خیابونای ایرانه که میبینم جوانای ما رو اونجوری این رژیم بی پدر مادر ضد ایرانی به رگبار میبنده و یه بغضی تو گلوی آدم گیر میکنه که این بغض اتفاقا انفجارش بیشتر از همه گرامینگیر خود این رژیم خواهد شد که خیلی دیرم نخواهد بود. در حال من همیشه اعتقاد داشتم و گفتم دیکتاتوری یه ماشینه که یه کامیون بزرگه که میره توی کوچه بن‌بست، دیگه دور زدن نداره. هشه. حالا بگیم کم و زیادشو من یه مسئله که خب چون لندن لونه زنبه بخشه، من نباید زیاد صحبت کنم چون دارم خیلی میتونم خوش قدر دارم، ولی خیلی سریع بگم چون لندن لونه زنبور جمهور اسلامی و همه شما میدونید و به همین دلیل هم اتفاقاتی که میفته. من مثلا یه مثال میخواستم بزنم، این آقای یج مصداقی اینو اومدن یه نمایش رو انداختن به کمک تنبرکونه جمهور اسلامی که آقا آی نمیدونم سکنجه‌گر گرفتیم، آی اینه گرفتیم، آی اون گرفتیم. من به اینا میگم اصلا چرا میرید دنبال این همچین آدم میگردین؟ چون این تو لندن آقای استاد مهاجرانی وزیر ارشاد جمهور اسلامی که هست که اگه جنایته این که بیشتر جنایت کرده که عنوان وزیر یه مملکته، اگه دنبالش میگردین تو تلویزیون که آقای مصداق میشین با آقای سازگار و اکبر گنجی دل میدون قلبه میگیری، اینا که دستشون تو خون مردم ایران یه کاملا روشن‌تره. ببین شما روشنیارا رو ول میکنین دنبال یه تاریکی میگرده که سر کی کار آب تو بریختن ها جواب نمیده. من نمیدونم چرا این دوستای ما هنوز مثلا متوجه نشدن و من واقعا حد من خود شما حداقل اینو میدونم من با ایراج مثلا خصوصی ندارم و ما نوری زاده مثلا خصوصی ندارم. اینا به حال یه روزی جز به دوستای ما محسوب میشدن، ولی خب خط مبارزه خطی است که پدر و پسر جدا میکنه یادشو برسه به بی برای پایی اصولی ایستادن حرف زدن. خب به نظر من آدم بابت چیزی نمیپردازه. وقتی عمل میخوای بکنی باید جریمه بدی، باید تومونشو بدی که بتونی در از واقع پایمون. و همیشه بارها با بارها گفتم هر روزه تو ایران هزاران جوان به امید زندگی میان بیرون ولی دوچار تیر جمهور اسلامی میشن، خیلی اسمشون هم نمیدونن. حالا ماها که اینجا نه تیری بالا سرمون نه چرا شلاقی، ولی واقعا جای تأسفه که این تبلیغات مذبوعی که رژیم میده پشتش و را میندازه. و حالا من باز انقدر اینجا مسئله قاطی میشه، مسئله شاه رو من یه بار به خود شاه گفتم. من فکر کنم یه مسئله است که اگر بخوام شاهی، اولا شاهی دیگه وجود نداره، این از شاه. اگر نوستالژی شاهه، خب متاسفانه یه خمینی اومد کاری کرد که
من فکر کنم اگه تیمورخان فلان هم مقایسه کنی اون بهتر بوده حکومتش تا خمینی. این از این دوم من این چند ماه گذشته این تلویزیون های 100 میلیون پوندی لندن این 5-6 تا همگی با هم انگار تقسیم کرده بودن، فیلم های مختلفی از زندگی شاه تهیه کردن. من با خیلی اینا خب نه البته این تلویزیون آدمایی که مثلا خیلی تحت تاثیر اینا بودن صحبت کردن، گفتم ببینید شما برید یه چیز 4 دقیقه رو گوش کنید دیگه، من میگم جواب همه سوالاتون رو ما میگیریم، مثلا تاریخ جوابشون میگیره. اعلی حضرت میگه آقا من صدای انقلاب رو شنیدم، قول میدم، تعهد میکنم دیگه فساد و جنایت و دزدی و فلان و فلان نباشد. اگر به من اجازه بدین دیگه سعی میکنم کارهای گذشته تکرار نشود. خب این دیگه من فکر کنم شابهیت این داستان دیگه، دیگه نیازی است که ما بخوام کتاب تاریخ رو به هم بزنیم دنبال نمیدونم نخستیا بگردیم یا بخوام دنبال این داستان جمهوری اسلامی، چون که اون دنبال یه مسئله میره علم میکنه که بی خطره، نه تشکیلات پشتشه نه سازماندهی پشتشه و یه نیروی منسجمی هست که مثلا بهشون بخوای بگی آقا اینجا سوار اتوبوس شو 5 پوند بده بده اون ور لندن، یا نه آقا به حساب کی؟ از این حرفا نیست، بخواه کار تشکیلات بلا تر بحث این است که این جریان الان ایران بلچت اصلا نمیشه مثلا به همین داری که بذاریم کنار، شما نگاه میکنیم بیش از چند صد نفر کشته شده، 4 تا تلویزیون تو لندن تاکید میکنن رو 118 نفر. حالا من نمیدونم چرا اینا انقدر تاکید دارن میگن 118 نفر کشته شده، اصلا باید ببین بی شرفا گفت 8 نفر کشته شده، 1 نفر کشته شده، حالا یک انسان بی گناه کشته شده. و بعدم شروع میکنن بعد از این شروع قضیا دیگه حالا وارد بحث فنی روزنامه‌نگاری میخوام بشم، آخرین مسئله رو فقط به خاطر یک در واقع درس تاریخی میخوام بگم. آقای کوربین نماینده حزب کارگر به شکل مفتضحانه‌ای به بوریس جانسون باخت. یکی از دلایل اصلی باختش این بود که بوریس جانسون تو تبلیغات بهش گفت که مردی که تو میری از پرس تیوی ملایان پول میگیری تو لیاقت نداری نخست وزیر شی. به همین دلیل رو افکار مردم انقدر اثر گذاشت که آقای بوریس جانسون طوری باخت که تو 50 سال گذشته همچین شکستی رو هیچ حزبی تجربه نکرده بود. و در پایان هم من شرمندم دیگه، چون به هر حال ما خودمون به قول گفتنی اهل سفره ایم، به شرم خودم از تلویزیون رنگارنگ پوستست ما تقدیم شما میکنم. خیلی ممنون آقای سرابی، با تشکر از تماستون، نکاتی که گفتین و گفتی که لندن لونه زنبوره، الان زمانیه که اگه منظورت عناصر وزارت اطلاعات و عناصر رژیم، الان موقع جارو کردن فضای لندن از این عناصره. فکر میکنم با ضربه‌ای که سیاست مماشات هم خورده بهترین موقعیت باید از این فرصت استفاده کنیم. همونطور که گفتی تلویزیون‌های 100 میلیونی برای چی میرن صدومین سال شاه و این حرفا رو میگن؟ اون بحث آلترناتیف سازی و آلترناتیف های جعلی که میگیم مثلا نمودش همین چیزاست، یعنی یه چیز مرده از بین رفته رو دوباره چوب بهش زدن. به خاطر چیه؟ برای مقابله با آلترناتیف اصیل شورای ملی مقاومت. در صورت خیلی ممنون آقای سرابی و همچنین از کمک بسیار ارزنده شما تشکر میکنیم. بله ما تشکر میکنیم. خسرو مومنی از هلند پای خط هستی، سلام بر شما، بفرمایید.